یگان جای خوب مونه بعد دیگه مردم ها دادن در جامعه اون زمین های خوب نبود گفتم مدت شقلا میشنیم باز یک درزدم دادیم دیواجش چالک نخ بتی میگن چالک اونم تو نخ کاغذ به نخ بتی میگن کاغذ به به تمیزی رفته رفته زور شد شوربا شیرین و حلوا شور شد یک قلم عشره زیاله مو گشت روزی دی ما شب عاشور شد همین شب عاشور شد دیگه خیر خنونه اساس زندگی را شما دارین به خدا زندگی را ما داریم پیسه را شما یاد خدا و درود و سلام خدمت تمامی شما بیننده های عزیز آرزو دارم صحت و سلامت باشین جور و آرام باشین هر جایی که هستین آبتان سرد و نانتان گرم آرزوی سلامتی دارم به همه تان بیننده های عزیز وطنداره گل و نازنین خواستم آغازی برنامه را مداشته باشم منصور جانم با سلام علیک میداشته باشه فقط من یک دو کلمه در اول صحبت میکنم که ساحر معرفی میکنیم ما از طرف تخار آمدیم اینجا را سیرایی میگن که یک راه میره طرف فرخار یک راه میره طرف بدخشان میره این راهی که تصویر انصار جان گرفته میره طرف ولسوالی فرخار ولسوالی فرخار خو اتمن دیگه نامش شنیدین و زبان زدی عام و خاص است در زیبایی در سرسبزی در آبای خروشان همه قسم مردمی زیبا هم داره خود ولسوالی فرخار دیگه کل وطن ما جای خوب و مردم های خوب و نازنین دارن باز هر منطقه یک خصوصیات متفاوت از دیگه منطقه می داشته باشه فقط من خواستم یک مساحه را معرفی کنم و مایک بر منصور جان بتون که منصور جان هم یک صحبت داشته باشه تشکر طوی جان سلام و علیک بیننده های عزیز هموطن های گرامی که همیشه برنامه افغان ویزیت برای تماشا انتخاب کرده هر کجای دنیا هستین انشاءالله زندگی سرشار از آرامی و خوشبختی داشته باشین دیگه این برنامه همی که طوی جان آغاز کرد یعنی استثنایی شد به ولایت استثنایی میریم به ولسوالی استثنایی میریم که زیبایی ها و جذابیت های خاص خودش داره و این هم دیگه شروع برنامه ماست مطمئن باشین که تصاویر بسیار جذاب و برنامه فوق العاده در انتظار هست خدا کنه که هر دقیقش لذت ببرین دیگه انشاءالله این برنامه را ما و طوی جان یک جا پیش میبریم با صاحب با هموطنا با ایزای ما صحبت های میداشته باشیم پس بیننده باشین و فراموش نکنین حتما یوتیوب چینل افغان ویزیت را سابسکرایب کرده ویدیو را لایک و پیشنهادات انتقادات و نظریاتون با ما در کامنت شریک بسازین بریم دیگه جزات پر حرفی نکنیم منصور جان من به خاطر خواستم اینجا برنامه را شروع بکنیم که آغاز فرخار از اینجا میشه خواستم از این طریق می شاتا و تصاویرای را شامل برنامه بوده باشه از خاطر از اینجا آغاز کردیم برنامه بهترین کار کردیم چون مسیر را هر قدمی که میریم اونقدر زیبایی داره گرچه ما نرفتیم فرخار فقط حرف شنیدیم تصویر دیدیم قصه های شنیدیم که نمیال ما البته از کابل که حرکت کردیم من بود هیجان بودم که چو وقت بخیر به تخار و ولسوالی فرخار برسیم ما در دوران دانشگاه دوستای تخاری و فرخاری را داشتیم که قدر تعریف میکردن قدر توصیف میکرد خلاصه قسمت نبود که زمان بریم این حال قسمت شد با طوی جان یک جا با شما یک جای شاید دو وقت اگر می آمدیم تنها می بودیم ولی حالا که خود هزاران هموطن خود داریم که لبخند به چهرهشان میاد پس بیاین که بریم و از برنامه لذت ببریم صحیح است نه بیاین که بریم بخیر
خب بیندای عزیز، ما هم رسیدیم به بازار فرخار. البته امروز دوشنبه است و خوشبختانه به دوشنبه بازار فرخار رسیدیم که نام خدا جمع جوش هموطنا و اجزای ما هم خیلی زیاد است. معمولا در ولایت های دوردست افغانستان یا هم ولسوالی ها روزای مخصوص به خاطر بازار وجود داره که تمام هموطنان ما از هر گوشه و کنار ولسوالی که باشند به مرکز شهر میاین و خرید خود انجام میدن. معمولا دوشنبه و پنجشنبه بازار گرم می داشته باشم و امروز هم اینجا بازار شما گیر کرده. قرار است که از این ساعت برای شما ایزان گزارشمون را آماده بکنیم، با هموطنان و ایزایمون صحبت های داشته باشیم، وضعیت روزگار و کار و بارشون را جویا شویم. دیگه اینجا خود بازار است. ما از این سمت آمدیم اینجایی که از هموطنان را پیدا کنیم که برای ما این چهار طرف را معرفی بکنه، در مورد جزئیاتی صحبت برای ما بگویند و این مسیرها به کدام طرف میره. سلام علیکم کوکا جان، خوب هستین؟ ستون خوب است؟ خسته نباشین. زنده باشین. قربانتان. الحمدلله سلامت باشین. خوب هستین ان شاء الله. اسمتون چی است؟ نظام الدین. حاجی صاحب نظام الدین، از این محل هستین؟ از این محل. بزرگای این منطقه هستیم دیگه. قربانتان. خوش شدیم. همین چهار طرف خو برام معرفی میکنین، ما خونه بلد هستیم. این سرک کدام طرف میره؟ این سرک کدام طرف میره؟ این سرک که میره اون طرف اورسولی چشمه گرمک میگن، یک پل است از دریا تیر میشه اون طرف. این طرف میره و طرف اورسد سرکش سرک عمومیش. سرک عمومی. این طرف دوست کمی وارد دوست راست بدین طرف شهری سابقه. شهر سابقه کندال. باز همونطور کشیده میره هم در سرک بالا. این طرفش که میره و این طرف های تخار دمی رو اول بندی برق، باز هم شوری قپانگر پیری فرخار. این هیده سیراس من میره یک قریه به نام قریه نواباد سیاشخ. همی چیز هست؟ قربانتان سلامت باشید. چند سال از در این منطقه زندگی میکنید شما؟ والا یکوان 70 سال میشم. نام خدا. خدا دامورتان برکت بوده. 70 سال عمر دارین، اونوز مستوار و سرحال هستین. خدا کنه شما خوب باشین. همیشه بخیر باشین. آرام. سلامت باشین. از این ولسوالی بگوین، از ولایت تخار برای ما بگوین که محصولات و تولیدات این ولایت ما و شما از چی هست؟ والا تولیدات فرخار خود نمی زیرازش گندم از جو است، لوبیا است، جواری است، این همه چیزا باقیات داره. میوه‌جات؟ میوه‌جات، ناک، ناکای بلخی خوب داره. این چیزا هم زیاده، زردالو، شفتالو، همه چیز داره. قربانتان. میوه‌جات، آب یخ، بالا که برین ارسد ماهی، ماهی عرب خالدار، زرده، شیر ماهی، هر قسم داره. قربانتان. بسیار خوب شد، بسیار باز هوای خوب داره. تابستان اینه می وقتی روزای جمعه که میشه مردم ها بسیار سیل می آیا و میرن و تماشا و کش آزاد و آرام کس کسی را کار نداره. اما تو که پس که ما آرام از کجا به کجا اینجا کشا آمدین از جای تفریح جای دیدنیش بگوین که کجا هست. خوب شده که آمدین بخیر بود. اولی فرخورم با خبر میشه. حتما حتما. از مکان های تاریخی و جای دیدنیش برای ما بگین کجا ما بریم جای خوب. تاریخی هم بیچاره خوب نخواد داشت و شیخ قدر یک چیز هست از بعض زیارت ها هست، یعنی پیری فرخار جا اونجا را میگن یک زیارت و دیگه این سری بالا مست بعضی جاهایی که مردم ما میگه آثار های تاریخی و بعضی چیزا ما اونا را ندیدیم. ندیدیم. اما مکانی که بیشتر هموطن های ما روزای جمعه به تفریح میرن کجا هست؟ چمن هست، چمن خسته. چمن خسته؟ چمن ایزایش ها جور کردگیست. آه، ایزایش ها جور کردگیست. اونجا چمن هست و ماهیست و جای فوتبال و والیبال و همه چیز داره. یکانه مکان تفریحی تخار اونم اونجا؟ یه اونجا از اون بالا هست. بالا هست؟ باقا، لوی دریا، رفتگی، همه گی هستن. قربانتان باشه. آزارم. خوش آرام باشه. همیشه کامیاب باشه. همیشه رنگتر سلامت باشه. پیامی داشته باشین، حرفی داشته باشین، کمره ما در خدمت باشه. پیام ما همین است که خدا افغانستان آرام باشه و آرام باشه. انشاءالله باشه. که دیگه این خوش باشین، خوش باشین، بخیر باشین. دخیل بینده عزیز، نمو تو پیشتر میریم این قسمت بازار اینجا یک بازار گرم دیگه هم از قصابی ها هست اینجا را به تصویر میکشیم با شما. باز نمی کوشه پیشتر میریم که با هموطن های ما صحبت های داشته باشیم. پس تا آخرین دقایق بیننده باشه.
اینجا هم قصابی ها هست. معلوم میشه که از اون قدیم ها این منطقه قصابی هم اینجا باقی مانده. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی بدر؟ ستان خوب هست؟ خسته نباشی؟ بخیر هستین؟ چی حال دارین؟ شکر الحمدلله. جانتان جور هستی؟ اسمتان چیز بیدارم؟ جان محمد. جان محمد جان، قصابی ها از خودتان هست یا دکان؟ با ما هم قصابی مرغ هست از ما. قصابی مرغ هست. بله شکر. درست وضعیت کار رو بار شکر الحمدلله. میشه یک چار انشالله. الحمدلله. شکر. اسمتون چیز بیدارم؟ جان محمد. جان محمد جان، چقدر وقت شده نمیجه هستین شما؟ تقریبا یک 20 سال، 25 سال شده. 20 سال، اینه کم کم ریشم همیجه سفید کرده. آه دیگه. خدا اندامتون برکت بده. شکر. از این دکانا چقدر وقت میشه؟ معلوم میشه به مسابقه سابق جور شده گیمانده؟ اینا تقریبا از سابقش 52 سال شده شد. پشت سرش یک 10 سال 15 سال اینطور. هنوز هم بانمو سبک سنتی از شما رو شما. شکر الحمدلله هم رقم هست. چند شده گوشت کیلوش؟ فعلا ما این گوشت رو میفروشیم 220 رفتی. 220 رفتی؟ بله. اینجا ارزان تر است نسبت به دیگه جایی؟ بله ها اینجا شکر همه چیزی هست. وضعیت جیب هموطن ها چطور هست؟ حالا کار بار نیست بیاده. نمانده اون از های صحابت؟ نه سه. بیا خدا میروانم. شکرم. رزق روزی از جانب الله است میرسونه. آه دیگه همه چیزی از جانب الله است. خوش باشه میادرم. دکارتان برکت و خیر باشه. بیان سار جان که پیشتر بریم. اینه دکان ها را انسا جان به تصویر بگی. تقریبا بیشتر از 50 تا 60 سال میشه که بوینمی سبک بوینمی زیبایی باقی مانده. جذابیت اینمی ولسوالی و قریجات اینمی سبک سنتیشان بیشتر میکنه. باش که در مورد ای ولسوالی از کاکای بزرگوار ما پرسان کنیم. همی دوش سفیداد اگر حرفای زیاده برای گفتن دارن که لبخند در چهره ما میارن. پس بیاین که بریم پیشتر. سلام علیکم. علیکم السلام. خوب هستین؟ ستان خوب هست؟ خسته نباشین. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ قربانتان سلامت باشین. چطور هستین که ای آب و هوای فرخار؟ بیخی آب و هوای ما خوب است. بیخی آب و هوای خوبش داریم دیگه. گرمی و قدر تاثیر مون نمیکنه. همین یک بیکاری و بیپیشگی یک ذره تاثیر مون میکنه. اقتصاد ضعیف. خدا مهربان است که همین مشکل هم خدا مهربان است. بیشک یک شب در میان است. خدا مهربان است بدون شک. اسمتان چی است کوکا جان؟ اسمم خاک محمد امان. خاک محمد اما ما یک چیز از وقتی که این طرف ها آمده متوجه شدیم که در اکثرا بزرگا که صحبت میکنم و اسمشون را پرسان میکنم پیشوند خاک استفاده میکنن. همین رازش در چی هست؟ رازش در ایست که خودمان از خاک جور شدیم. خودمان از خاک جور شدیم. از همین خاک پیدا شدیم. پس همین خاک نباز میریم. باز از همین خاک دوباره زنده میشیم. ما به اعتقاد یقین داریم. بدون شک بدون شک. قربانتان. چند سال از این منطقه هستین از این مردم؟ تقریبا خیلی خودم 55 سال آدم هستم. دمرتان برکت. 55 سال دیگه در این تخار بوده؟ در این تخار بودیم. بله ها جای نرم. قدیم های تخار برای ما بگوین که سابق کدام مردم اینجا زندگی میکرد؟ آل کیا هستن؟ سابق هم خود این مردم بومی بود دیگه. این مردم های خود ما نسته که زندگی میکنه. کل ما نسته ها یگان جای خوب مونه و دیگه مردم ها دادن در جامعه هنو زمین های خوب نبود گفتن بودن چکلا میشنیم. مثلا کدام جای خوب بوده؟ خواهی دشتی بالا مونه سایی که چقدر جای زیبا و بهتر دلنشین است. همی دشت های بالا رو دیگه مردم آمده؟ دیگه مردم آمده. ولی ایلاقا هم که خوب است. ولی خود مونه قوم های گجره همون را نمیده. خب خیر باز این مردم ما و شما میمون دوست هستیم دیگه. اونا هم که آمدن نه دیگه حرفی نداریم. ما بقی بالای دیده ها میمون هستیم. ما میمون دوست هستیم. ما بله. یک عادت داریم که ما بهترین جای خود برای میمون میتیم. بله بله همه تو شده دیگه. خدا هم عجر شنه تیمتان بکنه. برای شما هم همچنان شما خیر باشین. از رسم و رسوم از فرهنگ های ولسوالی و ای ولایت برای ما بگوین. رسم و رسوم و فرهنگ ولایت ما خیلی نمی فرهنگی نمی تاجیک نشین و فرهنگای داریم که میمون نواز و این یک کسایی که از خود قندهار تفره میاد ایجا خواه این تفره میاد میرن شکر در ارساد چمن خسته این نمی جو دیگه خودی بود هنوز چمن خسته را ندیدیم که دایی باید دیگه هستیم. او تابال شما ندیدیم؟ اقتصاد که زیب خود ما رفته نمیتونیم ولی شما از پایان میبینیم و ندیدیم. از ما پرسون که این ما هنوز نفهم چمن خسته چند درخت داره. بیا خیلی کار میکنیم آجی سید. خواه یک جایی میره ما رو طرف
والا این لطفتون هست ابنه خودتون برین و لطف شماست. شما هم کده ما برین، هم شما ببینین و هم ما ببینیم. زنده و سلامت باشین. بخیر باشین. از محصولات تولیداتی ولسوالی بگوین که چی را از خود داره و چی از بیرون میای به ولسوالی؟ والا چیزی خوبی هیچ نداره. با امسال همی سیل و سیل برده کلگی مردم نه کشت مون نه زراد مون نمی کشت زراد. گندم داریم، جو داریم، جواری داریم، خب امیره کم و بیشی میشه که ایت نیست که خودکفا باشیم. متاسفانه خب در عموم اگه افغانستان ببینیم خودکفا نیست. بیشتر چیزایی که ما در روزمره استفاده میکنیم نیاز اولی ما هست تا از خارج از افغانستان میاد. بازم ما شکر میکشیم همین. همین آرام که هستیم شکر از بریم. قربانتان. خدا نزی هم بیشتر داشته باشه و روزی برسه که کاملا خودکفا باشه. زنده و سلامت. کسب و هنر خودتان چی بود حاجی؟ من فعلا کسب و هنرم بیکارگر از خانه میایم تا بگه بازار در شهر میشنم. بعد بگم میرم خانه. سابقا چی کسب و کار بود؟ سابقا میچی یک بیکارگر بودیم. زنبوری اصل هم یک چند صندوق بود که زهور هم فوت شید. پارسال سردی بیخی زیاد بود، خنک زد کل اگه مرد دیگه اقتصادی ما ضعیف بود دیگه نرسید خلاص همون تو مان دیگه. توکل ما به خدا. بچه ها خوب هستن کار میکنن؟ شکر از کل اگه فضل خدا کار میکنن، به خودشان هم اگه در زیر خاک رفتن. خودم فقط یک زنی پیرم قدی تناستم. دای قیمتی و اقتصاد زیاد فهمی که بدر نمیخره چی باید میخدم تنهایی نخش از تو بس خرچ و روزگار زندگی میشد اگر چاره دیشه خدا مروان و خدا روزی رسان از ما فقط بدرباری الله پناه آوردیم. قربانتان. خوش آرام باشین تو کجا؟ هم رای شما شما رو امر خدمت برای ما باشه. فقط سلامتی جانجوری موفق و کامیاب باشین در هر چیزی باشین برای بیننده و هم وسنای ما کمر ما در خدمتتان. هیچ پیامی نداریم، فقط خدا کنه همگی دوستا همگی مسلمان ها موفق و کامیاب باشه و در زندگی خود تلاش کنن. قربانتان. بازم یک بار دیگه میگم حاجی صاحب بیاین که بریم یک جای اون طرف. زنده و سلامت باشین. خوش باشین. خوش باشین. بخیر باشین. ما شما خوشیدیم. قربانتان. بخیر باشین. بخیر باشین. بخیر انصار جان که قسمت حوال اون هموطنای ما رو بگیریم بزنم تو دمو کوچه پیش بریم. اینجا روغن کنجد و روغن زغر است. دهی سمتا دیگه این همه قسم روغن ها بسیار خوبشش پیدا میشه. بریم که یک پرسان بکنیم که دارن این مردم یا خیر. سلام علیکم. بابا جان خوب هستین؟ صحتمند هستین انشاءالله؟ قربانتان. چی حال دارین؟ اجازه است پیشتان بیم یک چهار کلام گپ بزنیم. فکر کنم که روغن کنجد و روغن زغر نمیجا شما دارین. بله سیب روغن زغر است، کنجد نیست. کنجد نیست، زغر است. بله. چطور است وضعیت بازارش؟ چطور است؟ بسیار خوب بازار. اسمتون چیست کجا؟ محمد شریف. محمد شریف باشنده این همی منطقه؟ بله بله همیجا سیم. چند سال از این منطقه؟ شاید که اگم 30 سال باشه که من اینجا دکان دارم. نام خدا خیری شده که در نمیجا صفحه؟ صفحه چی هست؟ بله. خدا اندامرتون برکت. زنده باشین، آرام باشین. چند است روغن بشکف بشکش چند است؟ بشکش دو نیم سره خواه. یک سرش 650 روپیه. یک سیر 650. بله. از کجا میای؟ یه تخار میرم. از تخار میرم. بله. خودتان جور میکنید؟ نه ماشین میکشه اونجا. اونجا ماشین میکشه. بله. شما اسمش میگیرین؟ اونجا جلوش خریدم میرم. خریدم میرین. بس بازار چطور است؟ این مردم بیشتر از همین روغن استفاده میکنه یا دیگر روغنای؟ بله نمیگه همون زیاد استفاده میکنه. نگفتی کی رقم روغن داشته باشی و روغنای بازاری رو استفاده بکنی؟ خب به این مردم هم شهر باز نه این نمیخرن این نه اون نمیخرن کیفیت هم نداره دیگه. شما مردم این می روغنا رو استفاده کن که تو سرحال و تندرست. بله بله سیبا همین روغنتان. از نرخای نا بگوین لوبیا چند است؟ نخود چند است؟ لوبیا 800 روپیه. این های جنش 600 روپیه. این رو 600 روپیه. این رو 600 روپیه. و برین چند شده بود؟ برین 420 روپیه. 420 4000 و میشه 200 روپیه. 4000 و 200 روپیه. یک بوجیش بوجی دستیره. دستیرش قربانتان. پیاز کچالو مربوط شما میشه؟ بله. چطور از بازار پیاز کچالو؟ خوبه. سیر 80 روپیه. سیر 80 پیاز است. پیاز اینا نابا خدا 160 هم کچولو این طرف ها اقتصاد هست. از خود تخار هست یا از دگه جو؟ نه تخار میرم کچولو هست. فرخورد رو نبر آمدن. نبر آمدن دیگه. اینا کلش از وطن هست یا از خارج هم هست؟ نه این اینا اینش پیاز این نخطی وطنی هست. پول بیاش هم وطنی هست دیگه. اون ماشش هم همی جای
دیگه اینوش خارجی میگن دیگه که یکشو میکنن. معلوم نیست. مقصد خارج از مرز افغانستان. بله بله بله. ده خیر باشه. زنده باشه. خوش آرام باشه. آرام باشه. دکارتان برکت. امر خدمت بر ما. قربانتان. بخیر باشه. بخیر باشه. باش که اینجا مجلس کوکای ما هم گرم است که بریم که شما چند کلمه صحبت بکنیم. کوکا جان شما خوب هستین؟ صحتمند هستین ان شاء الله. اجازه است بریم یک چهار کلام صحبت بکنیم امروزتان. نور چشم ما هستین کوکا جان. قربانتون. بخیر انصار جان این طرف که مادر جان ما با تصویر نیاید که امروز کوکای ما یک چند کلام صحبت بکنیم. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ شما خوب هستین؟ صحتمند هستین؟ بفرمایید بشینید. نه نه شما نشینید باز ما ناراحت میباشه. نه نه ناراحت. قربانتون. اسمتون چی است کوکا جان؟ حاجی حیدر. حاجی صاحب حیدر از این بزرگای این منطقه هستین دیگه؟ بله سیمم ورسولی فرخار مرکز شهر. مرکز شهر. چطور است وضعیت هموطنای ما در فرخار؟ چطور هستند؟ امنیتی. بسیار خوب. امنیت سر تا سر در فرخار تامین. وضعیت جیب چطور است؟ وضعیت جیب همین دکاندارا بسیار شکایت میکنه. مردم هم برادر خب مردم کار نیست، غریبی نیست. ایدس کار و غریبی برادر شکایت میکنه. کار کی باشه مردم برادر مردم غریب از کار میکنه. خوشخوست اگر کار نبود یک ذره احساسی ناراحت میکنه. ناراحتی میکنن. کل گپ مردا که می جیبش که خالی باشه بس گپ خراب میشه. اینه میگه کل گپ سر جیب ما شما. بتوکل با نظر به بعضی ورسوالیا و بعضی مرکز کابل خوب از بود مردم ما فضل خدا مالدار دهقانکار خدخیفا باغدار امکانات پیششان از دیگه ضرورت به پول نخ نمیمونه. ما که کابل دیدم سیب خدم رنج بردم. ما گفتم از اون سر کوی دفتر وان است یا یک وظیفه داره ولی دفترش مونده بیکار. ما فضل خدا بازم دیقانی و مالداری و چپانی داریم. هر تغییر بعد از زندگی شما دیگه تغییر ان شاء الله تغییر داره. قربانتان. خوش آرام باشین همیشه. زنده باشین. کارتان برکت. امر خدمت بر ما. بخیر باشه شما میمون. قربانتان. قربانتان سلامت باشه. راحت باشین عزیز. بخیر باشه. بخیر باشه. خواهش میکنم. بیا انصار جان که اون تو دهی بازار بیشتر بره. ببینیم که چی هست دیگه در بازار و وضعیت هموطنان چطور است. سلام علیکم کاغا جان خوب هستین؟ ستون خوب است؟ خسته نباشه قربانتان. الحمدلله سلامت باشین. اسمتان چی است؟ اسمان استاد مبارک شاه. استاد مبارک شاه. آها چطور از زندگی کاروبار مربوط شما میشه؟ داست و نمی عرد تیز میکنیم و نمی روزگارت برقم تیر کسیم بودم. مقصد خدا جان خوش هستیم که بامین هم گذران من میشه. قربانتان انشاءالله خدا هم برکت بده. این بندش که شاکر باشه خدا هم دوستش داره. خانه و باتیم. خودتان جور میکنین داست داره؟ آزه بیاله خشواز و داست علف درویس و داست گندم درویس تو. ای از علف هست؟ ای علف هست. و دیگه از اینا از های گندم هست. اینا هم از گندم هست. از گندم هست. اینا از گندم درم. خب تیز تیز هست کمی دست بزنی دیگه میبره. چندی از بس قیمت هست؟ چندی هست؟ قیمت دونیم صد و اینو صد و نیم صد و نیم صد و نیم صد و نیم دیره برای چی استفاده میکنن؟ حالا خشاوه پیاز خشاوه میکنن و آقام بانجان خشاوه میشه و نمی حالا ترکاری دیگه از ترکاری هست. بس چندی براتون تمام میشه فایده چطور است؟ من استاد می خرم جور میکنم ما میرم میارم همج سودا میگیم 5 تا میمونه بخت ما 5 تا افغانی غریبی داره. بله بله. و خرج و روزگار زندگی میشه. خدا ان برکت بده. چند سال از همین منطقه هستی؟ ما شبم تولد من کمی هستیم تولد همی هستیم سر. چند سال عمر دارین؟ شاید که اقام دکم 60 باشیم سر. 60 سال عمر. ریشه نمیجه سفید کرده. آسه نمیجه نمیجه. من دامرتان برکت بده. بچه ها خوب هستن کار میکنن؟ آسه بچه ها شکر. بچه ها رمزن دادین دیگه؟ یک زن دادیم و یک سران رفت و همی تو هست دیگه. اگه تیاز هم لغلوده در خونه است. برو شکر از رسم رواج ازدواج در این منطقه برای ما بگوین. ازدواج که چی رسم رواج داره این مردمانه؟ یک بچه را زن داده این دیگه تجربه کرده این؟ ما یک در زن دادیم ازدواجش چالک نخ بتی میگه. چالک نامو تو نخ قاغذ بی؟ نخ بتی میگه سو قاغذ بی دیگه؟ دیگه
گاو بودی و گوسپند بودی و اینا بدون چالک گاو گوسند هم بدون چالک گوسپند و پخته و دیگه دو دانوز جای اتره چه گوسپند چه خواه گاو چه خواه پخته دیگه بدل هم میکشه دیگه جمله شد بدل هم بدل هم کشل هم میکشه بدون خرچ عروسی و چینی خوری و تخجمی خیده که تیداده دیگری هم مشکل شده جوان ها دیگه مجرد زیاد است مجرد کلی این همی خاموش هست میره در ترکیه و میره ایش و میره اوش و نیمش غرق میشه و نیمش تباه میشه و نیش به نهران میره زرد مرد میشه و این همی کارها دیگه تبزد میشه دیگه دنیا جو به هر رقم سواب تیر میشه دیگه خلاصه که جوان ها اینجا دیگه همو اوج جوانی شده در مزدورکاری و کار در خودت اونجا چند سالگی ازدواج کردی؟ ما سه دقام 30 سالگی ازدواج کردیم. 30 سالگی. از اون زمان بگین، اون زمان چه رقم بود موضوع؟ اون دالا خوب تر بود، مقصد ای قدر نبود دیگه قدر باش یک لک و یک نیم لک صاحب ازدواج میشد. ولی ولی صاحب زر مقاتل. حالا دیگه خیلی شما بهترین دوره را چهر کردید. وا با حال جوانای فعلی. جوانا قسمت و سمت رو بده خسی کو کنیم. بیا خدا را هم بکنه. که نمی فرهنگای نادرسته که در جامعه ما و شما هست کم کم ریشکن شود. آسان. خود دیگه این اگه تبدیلاتی که بیاره قانون باشه و بازخواد باشه و نرخ نوا کم باشه میشه همه ای سوی بیزن میشه ای سال همه ایز خدا آسان میکنه سبب میشه ای سال همه کاره خدا میره بالا قربانتان خوش آرام باشه رکوردتان برکت بخیر باشه سلام علیکم خوب هستین؟ ستان خوب است؟ اجازه است پیشتان بیم؟ بیا انصار جان بیا چی حال دارین؟ ستان خوب است؟ خسته نباشین قربانتان چطور هستین که دیگه آب هوای فرخار شکر فضل خدا هستین نمی یک آدم غریب کاری همینجا یک کار غریبی میکنیم هستین شکر فضل خدا میشه یک چاره کار غریبی انشالله همراهش یک کم تو میشه اون بچه من همین نسوار فروش این کاردار او جور میکنه خب کاردار جور میکنه پسرتان بچه همون بیره بح 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 هنر از دیگه او خوب تیز هم هست پیندکه بخوره میبوره بسو با صداقت میشه میگه که شایرو میگه یه صداقت بر تو رحمت است و راحت یافتم ای خیانت بر تو لعمت است و زحمت یافتم در جان شایر شدم ای کاش آدم میشدم زین فضولی های طب خیش بیغم میشدم اما شایر شدیم آدم نشدیم دفعه ما آدمگری سخت است قربانتان که کلامتان برکت ما سب نمی یکم شعر و یکم چیز براتون میگیم از روی کتاب میگیم که دایی بمفهوم نمیگیم میگه این صوفی اشقری میگه که اشقری از دوزخ دیگر چی میپرسی مپرس درد گوش و درد چشم و درد دندان آتش است یعنی می چطور با بانتان اسمتان چی هست کجا من نازک میر است کاکا نازک میر بله سی از این مردم منطقه هست از این منطقه و ولسوالی فرخور است فرخور چند سال عمر دارد 58 سال نام خدا خدا اندامتان برکت مثل عمر ما با تو خوشی سپری میکنم می معلوم هم میشه که تو سوار سرحال و تر تا مثل در خانه در میدان در مردم اخلاقی دارم که بایی سال اوتی ما مکار ما علال اخلاق میگه پیغمبر خدا بهترین دین شما به ما اخلاق فرستاده شده بدون شک مثل کارای ایتری بجار ناشایسته دزدی کارای چتی پتی هم نمیکنم قربانتان قربانتان از چقدر وقت شعر میگین با این مردم شاعری را شروع کردین شاعری را 5-6 سالی که همی کتاب های تصوف هم میخونیم یکم یکم دونه میمون بگه که یادم بود آن روز که پاپوش نبودش یک شالی که کهنه سری دوش نبودش دردک حواس شلغم نیمجوش نبودش یک ذره که گوی خیرد و هوش نبودش امروز رجب خان زی صف معتبرین است به 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 قربان کلامتون بود شیر و دوی سبوت آب این روغن مصنوعی بود کنجید و دوشاب انصاف نباشد به دل بنی قصاب هر بشواری را که بنشده جلاب خودی گوش میمونه که اینم گوشت است این قا پوست دنبر هم میمونه که اینم گوشت است نگه انصاف نداره انصاف نمونه این شاعرای ما چطور روزگار اجتماع ما و شما رو در قالب کلمات بیرون کرده خیلی کنیم دیگه دیدن چطلی بوی یک رقم میگنم میگم که یک رقم شد ما خاکستریم بر سر آتش نشسته ایم
هر چی که میگن ما در قصه گپا نیستم. بدون شک قربانتان، عمرتان بخیر. از شما یک جان سپاس دارم. وصف وطن هم کدام کلمه دارین که برای ما بخونین؟ وصف وطن نیست، وصف وطن و چیزی نداره. یکم دونه دیگه هم برای ما بخونین. ما خو که نمیشه شنیدیم، خوش ما آمد گفتیم بیشتر بشنوین. میگه پاس لحاظ مردمی و مردمان نماند، شرم و حیا به دیده خرد و کلان نماند، دنبال ناز لاله رخان اشقری مگرد، پیری رسید طاقت بار گران نماند. میگه به تمیزی رفته رفته زور شد، شوربا شیرین و الوا شور شد، یک قلم اشرف زیاله مو گشت، روزی دی ما شب عاشور شد. همین شب عاشور شده دیگه. ان شاء الله بخیر، روزای خوبم برسه. خدا خودش گفته پشت هر تاریکی روشن. شاعرای دیگه میگه در ناامیدی بس امید است، پایان شب سیاه سفید است. میدونه شب سیاه بود، سیاه بود روز میشه، آخر دوان الحمدلله رب العالمین. قربانت خوش آرام باشه، بخیر باشه کوکا جان. امر خدمت برام باشه، با ما مهمان شوین. سلامت، تشکر. مهمانتون بکنم. قربانتون، خوش آرام. خونه فقیری دارم. سلامت باشین، تشکر. شب میشین چاش میشین، هر وقتی میشین براتون بخیر باشه. در خدمتتون. قربانتون. یکی بریم انصار جان پیشتر بریم. ببخشید میاد. قسمت بازار دیگه ادامه داره و قسمت اینه تکه فروشی هم هست. نمی بازار در عموم چیزهای خیلی زیادی خودش داره، لباس از سرکاری از سبزیجات از خوراک از همه چیز است، ولی زمان برنامه که ما یاری نمیکنه که بیشتر برای شما به تصویر بکشیم. یک دشت نامی و مشهور دیگه هم هست دیگه که بیشتر که کوکای ما میاد کردن. ما با جمع همکارا تصمیم گرفتیم که ادامه برنامه را بریم به اونمو قسمت او سهرم برای شما به تصویر بکشیم. پس شما بیننده چند تصویر جذاب دیدنی باشین و فراموش نکنین حتما از ما حمایت بکنین. یوتیوب چینل افغانویزی در سابسکرایب بکنین و ما هم میریم پیشتر رو برای شما تصاویر جذاب و دیدنی گرفته و ادامه برنامه رو میداشته باشیم. خب بینیدای عزیز، ما هم رسیدیم به چمن خزده، چمن سرسبز زیبا با یک هوا با هوای فوق العاده. طبیعی جان آب هوا احساس کرده رئیسی چی رقم یک تازگی داره که این آدم مکمل تر تازه میشه جان، تو یک طبیعت خوب. بدون شک خو ولسوالی فرخار یک از مناطق زیبا و دیدنی سرسبز، همه قسم آب هوای سرد و به اصطلاح عامیانه ما سلقین است. نفهم کلمه سلقین هم نفهم. سلقین من خواه نو شنیدم، شاید برای بینیدم نو باشه. آب و هوای سرده که ملایم باشه در تابستان باز سلقین میگن ما مردم های طرف دیگه. همون یک آب و هوای بسیار خوب بسیار برابر. منصور جان پیشترم گفت که چمن خسته، یعنی اینجا دقیقا چمن خسته است. اینجا در زمانی که جنگ های روس ها بود، در اون زمان قرارگاه قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود بود و اینجا فعلا به یک محل سیاحتی و تفریحی برای مردم تبدیل شده، نه تنها از خودی تخار و ولایت همجوار که زیاد مردم از کابل، از مزار، از دیگه ولایات، حتی وطندارای ما از خارج که میاین، از اینکه یک فرخار یک نام نشان به زیبایی داره میاین از این مناطق و بخصوص از این منطقه دیدن میکنن.
همون تو گفه است فقط هم ارزش داره. به طرف همیشه انساجان به تصویر بگیره آب خروشان به زیبایی منطقه بیشتر افزوده و خوش آدم میاد که این جا قدم بزنه و از طبیعت زیباش لذت ببره. خوش آبالی مردم یک قسم طبیعت این زیبایی رو همیشه دارن. خب ادامه برنامه ما را از نمی جا شروع میکنیم، کمی پایانتر میریم با هموطنهای ما صحبت میداشته باشیم، ولی امی جام که یکی از برادرای ما یک چند کلام میداشته باشیم و ادامه میتیم. چطور تاوی جان؟ باش که بریم پیش. سلام علیکم، بیادر خوب هستین؟ ستان خوب هست؟ اجازه هست پیشتان بیم؟ قربان، راحت باشین، راحت باشین، زحمتان روادار نیستیم. بفرماشین، خوب هستیم بیادر، راحت باشین، ستان خوب هستیم، ستمن خوب هستیم، انشاءالله. بفرماین بشینین، چی حال دارین؟ حالا عجب طبیعتی رو به خدا گیر کردین، اما تو طبیعت باشه و این امی رقم چای و طبیعت کرده شیشتر. خوب هستین، اسمتان چیز بیادر؟ حبیب الله نظری. حبیب الله جان نظری، از این منطقه هستین یا شما تفریح آمده؟ تفریح آمد، مستخوار هستیم. و اصل استخوار هستیم؟ بله. برتان نزدیک از دیگه شهر خودتان؟ آه، یکانه اگان چکر میم اصلا. قربانتان، چطور است وضعیت زندگی هموطنهای ما داتا خورد؟ خوب است، شکر خوب است، خود میگم. زندگی پیش میگم. شکر، شکر از آر با شکر. نه دیگه، هیچی اگه آب هوا، در اینجا دیگه چی پیدا میشد دیدنی و لذت با؟ بخاطر امی مایه خوردن و کباب خوردن و این امی گپا دیگه. مایه هم این امی جا تازه فکر کنم که میگیرم. آسی. ماهی رای در را میگیرن و پخته میکنن و ما شما میخوریم. خلاص، این رقم ماهی دیگه هر جای هم پیدا نمیشن؟ پیدا نمیشن، نه. باز ماهی این سمت ندارن. ندارن؟ اینجا بسیار ماهی های بطاب داره، ماهی خوب داره. قربانتان، خوش آرام باشید. شما خوب هستین؟ حتمند هستین؟ قربانتان. چهرش آشناست. چهرش خوشنا هست خود؟ چهرت میمونه بله خودم هستم. قربانتان بیادرم. خوب هستم انشاءالله. سلامت باشین. شما هم فکر کنم تفریح آمدین دیگه؟ بله، همچنان که جان عرض کردن سیف. اصل که خودی ما فرخاری هستیم، باز در ضمن فرخاری بودن هم باز در این فضا و در این فصل و دیگه یک لذت خاصی دیگه داره. ماهی خوردن و تفریح و سیاحت جای خوبی است. بهترین جای. بله. یک آب و هوای تازه پایانتر داخل شهر یک ذره گرمی زیاد بود. اینجا که آمدیم دیگه گفته توی جان دیگه توی گاو بابو پیدا نمیشه. قربانتان بیادرم، انشالله که تفریح خوب و خوش زنده باشین. همچنان امر خدمت بر ما عزت باشه. خیلی خوش شدیم بیادرم. قربانتان، با اجازه تان، با اجازه، با اجازه بیادرم، بخیر باشین. بریم بیندای عزیز قسمت های پایان منطقه رو به تصویر بکشیم که شما با زیبایی منطقه بیشتر آشنا شید. اینجا خود چمن است، تو قدم زده میریم به داخل چمن و این قسمت هم یک بازار کوچک خودش داره که مردم هموطنان ما از هر جایی که به تفریح و سیاحت میان دیگه نمی بازار است و خریداری خودشان. مایه هایی که اما تو تازه تازه. سلام علیکم کاکا، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ سلام علیکم جان، خوب هستین؟ ستان خوب است؟ خسته نباشید. چی حال دارین؟ فکر کنم که مربوط شما میشه اینمی عرفه یا شما ماهی خوردن آمده؟ عرفه چیزی همی هست، ما ماهی خوری آمده. ماهی خوری آمده. بله. اسمتان چیست کاکا جان؟ مظهر الدین. مظهر الدین؟ بله. از زمین مردم منطقه هستی؟ از زمین مردم هستیم. بله. چند سال میشه دمی سایه هستی؟ دمی سایه ده بیس سال میشه. ده بیس سال شده. خدا دامرتان برکت بده. مایه چطوره؟ سو مایه خوب داره. دریا در پیشش مایه خوب. نگفتین مایه که تازه از دریا گرفته شده خراب هم میباشه دیگه؟ نه خراب هم تا میباشه در سیل اومد و میگه پا. در سیل اومد؟ بله. ولی در عموم دیگه دیگه بهترین مایه؟ یکی مایه دریا هست که همی حواستیم. حواستان نه. از کجا آمدین شما؟ ما از همین قشلاق آمدیم. از قشلاق؟ های منطقه خودتان از دیگه؟ منطقه خودتان از دیگه. زندگی رو شما دارین بخدا؟ زندگی رو ما داریم، پیسه رو شما. نه بخدا، این رقم نیست. این همین منطقه طبیعت هست، امکانات زندگی هم چیز هست. شهیش در شهر کابل یک ذره پیسه هست. هر چقدر که پیسه زیاد باشه اونا مقدر خرچ مصرف هم زیاد. بله بله. پیسه پیدا کردن بسیار سخت شده. خوب جو از شکر است.
پیسه همه چیز نمیشوه. امی که شما دمی آب و هوا زندگی میکنید، در این وطن زندگی میکنید، باور که امیره بسیار کس میخوایم با پیسه بخرن پیدا نمیکنن. با پیسه میخرن میایم بسیار از کل جا زای جو میان تو استان سایل میان امیت. اما تو گفت اینه ببین ما را این از کابل اینجا کشانده. بله بله. و هم اینه می طبیعتش، اینه می زیباییش. اندار می از ایران می از کل جا می آیجا. کشو مردم پیسه هم زیاد است، امکانات هم است، ولی باز هم اینجا می چوری رقم طبیعت با پول نمیشه. بخیر خوب جاست. خوش آرام باشید. دکارتان برکت. بخیر باشید. این هم مایی تازه تازه. اجازه هستم این تشتک بگیرم. مایی خوری دیگه دیم که طبیعت باشه. مایی هم همون تو تازه تازه اینی پیشتر گرفتی نیجه گهت من. تازه دریا کشیدین. قربانتان دیدارم. دکارتان برکت. بخیر باشید. بیان ساجان که بریم پیشتر. چون فکر کنم وقت برنامه زیاد باقی نمانده. نمی چمن هم به تصویر بکشیم. یک پتی زینه که داره اینی هم چمن خزده، یکی از چمن های معروف محبوب و مکان تفریحی. البته شاید روایت ها و قصه ها و بعضی گپای دیگر هم شما شنیده باشین. قسمی که طبیب جان گفت و قسمت قرارگاه قهرمان ملی کشور ما و شما شهید احمدشاه مسعود بوده که اینجا هم گهگاه فوتبال میکردن، تفریح میکردن و شاید هم بعض تصاویرش شما در صفحات اجتماعی دیده باشین. دیگه دقیقا این همی قسمت است و او طرف هم میبینین کوههای سر و فلک این منطقه که زیباییش چند برابر کرده. منصور جان جانم، من مطمئن هستم که اینجا وطندار زیادی از اینجا خاطره دارن، حتما اینجا آمدن در این چمن فوتبال کردن، والیبال کردن، یکان میلهی کردن اینجا، حتما که برنامه را میبینن اما خاطراتشان تازه میشوه. ای چمن از سابق به می شکل ماندگی است. اگر ببینید چنارای بلند بلند داره که هر چناری از این شاید در حدود 50 سال 60 سال کمتر یا زیادتر سن و سال داشته باشه و منطقه یک آب و هوای ملایم و همت یک جای بسیار زیبا و دیدنی، جای تفریح دیگه. اینجا آدم بیاید با دوستا با فامیلا نگات میفهمم که تفریح یعنی چی. گهگاهی که ما و شما داخل شهر کابل به تفریح میبراییم شاید فقط نامش تفریح باشه، ولی اصل تفریح اینمی ساحه، اینمی محیط، اینمی رقم جای است. کاش نزدیک می بود که هر جمعه خدا خطا میدادیم می آمدیم. بیا که این طرفتر بریم ساحرم به تصویر بکشید. از این مسیر که طرف بالا برین وطنداره عزیز، اولسوالی ورسج تخار می شود. در اولسوالی ورسج هم جای بسیار زیبا و دیدنی است. حوضی وغنان میگن، بسیار یک حوضی طبیعی بسیار خوب است. در فصل تابستان اونجا حتی یخبندان می باشه و همتو یخدانای کلان می باشه. بسیار یک جای زیبا و جای دیدنی است. اگر تا نیستیم خو در این پلان و این سفر، اگر نتانستیم انشالله سفرهای بعدی حتما پلان اولسوالی ورسج هم میکنیم و انشالله که بتانیم او اولسوالی را به تصویر بکشیم و زیبایی های و منطقه را شما بندای عزیزم ببینیم. اما تو رست عوی جان، اما تو رست هر گوشه افغانستان زیبایی خدا داره. ما وقتی که به سفر حرکت میکدیم لست میگرفتیم، وقتی که یک قسمت از لست پوره می شد چند ولسوالی یا چند ولایت دیگه در لست ما می آمد. وقتی که با زمان خود می دیدیم متاسفانه زمان قدر کرد ما یاری نمی کرد که بتونیم ولسوالی های بیشتر، ولی حالا هم کم نگرفتیم برای شما. یعنی جذابترین و بیننده ترین جاهای ولایت های زیبای خود ما و شما رو ما براتون به تصویر کشیده رویستیم تا شما با طبیعت زیبای افغانستان ما و شما اگر آشنایی نداشتین آشنا شوین و اگر دیده بودین خاطراتون تازه شو و یک لبخند به چهرهتان بیا. انشالله کوشش میکنیم سفرهای آینده جای بیشتر، برنامه‌های بیشتر، مکانهای بیشتری را بر شما به تصویر بکشیم و لذت ببرین از کشور عزیز ما و شما.
دیگه قسمت هم نام خدا خوب یک زیبایی داره، خصوصا نمی کوهی که پیشوری ما و شما هست زیباییش چند برابر کرده باش که نمیره کده پس براشون روان کنیم. خب بسیار خوب بندای نازنین وطنداره عزیز، فکر میکنم ما در آخری برنامه رسیدیم. از شروع برنامه که از اولی که سرک لسوالی فرخار از سرک عمومی تخار بدخشان جدا میشه ما شروع برنامه را داشتیم، ما قسم تصاویری را شما گفتیم شما بیننده عزیز ببینین، ما خو از نزدیک دیدیم و انشالله امیدوار هستم که شما هم که از پشت پرده تلویزیون یا موبایلتان میبینین انشالله که یک برنامه خوب برتان بوده باشه و خاطراتتان از اینجا تازه شده باشه، تانسته باشیم یک برنامه خوب بر شما تهیه بکنیم و تا برنامه بعد خدا حافظ و الله نگهدارتان. رای بسات هم بالا دارن، همو در فشار و اینم چیزا هم سر پایه دارن پایین میارن. نه بیادر تو تا نشد بعد از تو تا شما کرود نیست بیادر دیگه فصلش اصل جنبلک است که جنبلک کلی مردم شاید بشناسه که تخم گذاری ملک است. این طبقه که است به خاطر اصل است.